سلام و عرض احترام من مهدی آقا زمانی رو بپذیرید. انتشار اخباری درباره بازداشت برخی از شرکت کنندگان در تجمع مردمی و گسترده‌ای که 7 آبان به مناسبت روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ در پاسارگاد انجام شد و اعطای برخی از مجازات‌های حبس بین 1 سال تا 8 سال که البته هنوز رسما از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید نشده، اما اخبار اون در افکار عمومی حاشیه‌های بسیاری ساخته، باعث شد تا بار دیگه به رویداد بسیار مهمی که 7 آبان ماه امسال در پاسارگاد شکل پیدا کرد نگاهی بیندازیم. هزاران جوان ایرانی در یکی از مناسبت‌هایی که تازه به تقویم ملی ایران افزوده شده و در سال‌های اخیر هر سال بیش از سال قبل با استقبال مواجه شده، نشون دادند که خواهان تحول از مسیر اعاده حقوق حقه خودشون و البته بازگشت به اصالت و هویت ملی خودشون هستند. در این رهگذار رخدادهای ریز و درشت بسیاری شکل گرفت، از حمایت از خاندان آخرین پادشاهی ایران، خاندان پهلوی گرفته، تا بازگشت به برخی از اصول اولیه نگاه به جامعه‌ای که در اون خواستگاه‌های اجتماعی قربانی خواستگاه‌های مذهبی شده. برخی حضور مردم رو اعتراض به سیاست‌های فرهنگی و البته تحکیم و استبداد سیاسی حاکم از سوی حکومت دونستن و برخی اون رو تنها و تنها بخشی از فرهنگ سرکوب شده‌ای می‌دونن که گاه گداری بروز می‌کنه و مانند موجی میاد و میره. اما به راستی در میان مردمی که در پاسارگاد جمع شدن چه اتفاقی افتاد؟ حالا که تقریبا 2 ماه از روز برگزاری کوروش بزرگ گذشته و برخی برخوردهای حکومت نشون داده تا چه اندازه این تجمع از منظر حکومتی ها مهم بوده و تا به چه اندازه اونها رو به ترس داشته، میشه با دوربین به لابلای مردم رفت و در میان اونها دید که چه رویدادهایی رخ داده که هم حاکمیت رو ترسونده، هم برخی مرتجعین و تندروها رو وادار به موضع‌گیری‌های موافق و مخالف کرده و هم بدنه اصلی اپوزیسیون ایران و تلاشگران ساعی و ملی‌گرایان رو واداشته تا با دقت به رفتارهایی از سوی مردم نگاه کنند که میتونه به همون اندازه که راهگشا برای رسیدن به آینده بهتر باشه، نگرانی‌هایی رو در مورد برخی مسائل دیگر هم رقم بزنه. در این میانه بهمن چلم ایرانی، فعال فرهنگی و انسانشناس مقیم سوئد، ایرانی سوئدی که در سالهای پایانی دهه 1360 خورشیدی ایران رو ترک کرد تا برای ادامه زندگی در سوئد باشه، از میان فیلم‌های گسترده‌ای که دوستان و آشنایان در اختیار او قرار دادند توانست مستندی بسازه که امشب و برای اولین بار در این برنامه اون رو پخش خواهیم کرد. اما قبل از اینکه از نگاه دوربین این مردم شناس ایرانی سوئدی به پاسارگاد سفر کنیم، دقایقی با او گفتگو خواهیم کرد تا بیشتر از منظر نگاه او و از رهگذاری که او به ماجرای 7 آبان در پاسارگاد، این روز رستاخیز ملی، نگاه کرده آگاه باشیم و او رو و اندیشه های او رو همراهی کنیم. من و مهمانم بهمن چلم ایرانی رو در این برنامه همراه باشیم. آقای چلم ایرانی سلام، خیلی خوش آمدید به زمان انتخاب. با پیشکش مهرامیستانین درود به شما و دوستان برنامه شما، سپاسگزارم که از راه دور با هم هستیم و در برنامه شما. خب چه شد که تصمیم گرفتید این مستند رو در مورد پاسارگاد و حضور مردم در 7 آبان در اون بسازید؟ چه انگیزه ای باعث شد که آقای چلم ایرانی اقدام به ساخت این مستند کنه؟ من میتونم به 2 دلیل عمده اشاره کنم. یکی این هستش که به باور من ما در جامعهمون از نظر آگاهی رسانی و تبلیغات به اون اندازه کافی کار نکردیم و وقتی که نگاهی میندازیم به این سده گذشته، میبینیم که ایرانی های زیادی بودن، گروه های زیادی بودن که از زمان مشروطه به این سو کارهای ارزندهی کردند، اما هنوز که هنوز بسیاری از ایرانی ها از وجود اونها آگاهی ندارند. همین امروز هم بسیاری از رویدادهایی که رخ میده وقتی که با ایرانی ها صحبت میکنید، میبینید که نشنیدن که این اتفاق افتاده.
خود این برای من انگیزه شد که این فیلم رو بسازم، چون به گمان من این رویداد مهمیه. دلیل دومش این هستش که اونچه که 7 آبان امسال 1395 در پاسارگاد روی داد نباید به سادگی ازش گذشت، به خاطر اینکه در این روز با همه دشواری هایی که سیستم به وجود آورده و همه ما اونها رو میدونیم که چگونه دشوار میکنن که مردم به اونجا برن، چگونه اون روز رو میخوان دشوار کنن برای مردم و پس از اون روز هم دستگیری ها و آزار دادن ها و زندان ها و محاکمه ها و غیره که همه از اینها آگاهی داریم، اما در اون روز باز هم انبوه از ایرانی ها اونجا رفتن که اگر همه این مانع ها نبود شاید چه بسا میلیون ها ایرانی اونجا میرفتن و از تیره ها و تبارهای گوناگون ایران اونجا بودن، سخن گفتن، در فیلم نمونه هایش هست و همه به گونه ای داشتند این رو میگفتند که ما چیز دیگری رو میخواییم. به بیان دیگه، به باور من پس از گذشت 37 سال از حکومت کنونی امروز ایران، نخستین بار هست که خود من میشنوم که انبوهی از ایرانی ها یک جایی گرد هم میان و چیزی رو میخوان بیرون از پوسته حکومتی. پیش از این اگه دقت کنید، از سالهای گذشته گرفته برای نمونه سال 88، جنبش سال 88 که بزرگترینش بود، تا برگردیم به سالهای 58-57، خواسته ها در درون این پوسته بود. از این رو من دیدم که این روز روز مهمی است از نظر تاریخی، نقطه عطفی است در تاریخ ایران و به باور من در آینده وقتی که تاریخ زمان ما رو می نویسند این روز رو به عنوان یک نقطه عطفی خواهند گذاشت که مردم ایران مشخصا دارن میگن که مسیر ما مسیر دیگری است و نه مسیری که این حکومت ما رو با خودش کشونده. بسیار سپاسگزارم. از این رو به این دو دلیل خواستم که این فیلم ساخته بشه که بمونه به عنوان یک سند تاریخی برای آینده ایران. بسیار سپاسگزارم. آقای چلمیرانی، مخاطب فیلم شما مردمی هستند که در داخل ایرانن یا مردمی هستند که در خارج از ایران حضور دارند؟ با چه دیدگاهی این فیلم رو ساختید؟ برای اطلاع رسانی به ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنند یا کسانی که در داخل ایران هستند اما اون روز به پاسارگاد نرفتند یا شاید هم رفتند؟ نخست اینکه این فیلم یه برگ سبزی هست از سوی ما ایرانی هایی که بیرون هستیم به اون ایرانی هایی که تلاش کردند به پاسارگاد برند و رفتند یا نتونستند برند، به هر حال تلاش کردند که بدونن که ما اینجا بیکار نشستیم و هرچه از دستمون برمیاد براشون انجام میدیم. اما مخاطب در کلیتش مردم ایران و جهانیان هستند. این فیلم رو جهانیان هم باید ببینند برای اینکه متوجه بشن که پشت همه این سانسورها مردمی هستند که نمیتونن حرفشون رو بزنند و خودشون رو به آب و آتیش میزنن تا یک فرصتی دستشون بیاد که این کار رو انجام بدن. این واقعیت جامعه ماست، این رو همه میدونند و این مهم هستش که به شکل فیلم برای همه، چه مردم ایران و چه جهانیان، آماده باشه برای پخش. آقای چلمیرانی، بیش از این که شما یک مستندساز یا یک فیلمساز باشید، یک مردم شناس هستید که فعالیت دانشگاهیتون رو در این رشته انجام دادید. به عنوان یک مردم شناس وقتی به این قضیه نگاه میکنید، احساس میکنید رفتارهای برآمده از حضور مردم در پاسارگاد همه یکسان و سازماندهی شده است یا خودجوش مردمیه و آیا این نگرانی که برخی رهبران سیاسی در مورد توسعه نوعی ناسیونالیسم تند در میان بخشی از بدنه جامعه ایران داشتن، آیا این نگرانی رو به جا میبینید یا بی جا میدونید؟ من گمان نمی کنم آنچه که اونجا گذشته در اون روز یک سازماندهی بزرگی پشتش باشه. گروه های خودجوش ایرانی، خود مردم ایران، نه یک سازمانی پشتش نیست. من فکر میکنم شاید 5 نفر، 20 نفر، 100 نفر باشن اینجا اونجا که با هم خواستن اون روز اونجا باشن، خودشون هم آماده کردن، شاید یک تنبوش های ویژه هم پوشیدن که ما در فیلم هم میبینیم این آمادگی به وجود اومده. اما
توده های مردم که در اونجا هستند یک خیزش خودجوش رو انجام دادن. هفته آبان هست، روزی است که کوروش پاشو در بابل گذاشته و برده ها رو آزاد کرده، مردم آن زمان رو آزاد کرده و این چیزیست که مردم ایران میخوان. خب طبیعی است که همه در این روز دوست دارن که در اونجا باشن، چون در جاهای دیگه نمیتونن بگن که آزادیشون رو میخوان، آزادی که ازشون گرفته شده. بنابراین چیز عجیبی نیست که این خودجوش به وجود بیاد و خود مردم هم ما در فیلم میبینیم که از این همه انبوهی که اومدن و موفق شدن که بیان با دشواریایی که بوده، تحت تاثیر قرار گرفتن و یک شادی، یک خوشحالی که تنها نیستن. ما میلیون ها انسان هستیم که این آزادی رو میخوایم. و در جنبه های ناسیونالیستیش هم خب همیشه وقتی که جنبش های اجتماعی به وجود میاد، خطر این هست که یک گروه های تندروی و یا افرادی که شاید ندانسته چیزهایی رو به زبان میارن، چیزهایی رو میگن که شاید حتی خودشون هم در زندگی روزانهشون به اون شکل به اون باور ندارن. اما در این جنبش های اجتماعی همیشه این چیزهای حاشیه‌ای هم هست. مهم این هست که ما در این مسیری که داریم میریم، همه ما مردم ایران هوشیار باشیم و خودمون رو توی این چاله ها نندازیم. مهم افق ایران هست، آینده ایران هست، فرزندان ما هستند. ما از تیره ها و تبارهای گوناگونی تشکیل شدیم. همیشه ایران اینجوری بوده، همیشه هم خواهد بود و زیبایی ایران هم به همین هست. و ما همه در کنار هم یک ایرانی رو بسازیم، آرام، آباد و آزاد. آقای چل امیرانی، در آستانه برگزاری روز کوروش امسال، مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی، از نخستین رهبران جمهوری اسلامی و در حاشیه انقلاب سال 1357 گفته بود که برای زیارت کوروش به پاسارگاد برید و او رو پدر بزرگ امام حسین نامیده بود و نسبی از این گونه تراشیده بود. فکر میکنید به راستی مردم تحت تاثیر چنین حرفهایی به پاسارگاد رفتند و چنین باوری رو برای زیارت کردن با خودشون به پاسارگاد بردند؟ نه، گمان نمیکنم. این سخن که هیچ جایگاه تاریخی نداره. از این سخنها در جامعه ما، اصولا در جامعه های بسته، در جامعه هایی که درش خفقان هست، از این جور سخنها بسیاره، چرا که دسترسی به منبع درست آگاهی وجود نداره، همه چیز سانسور میشه. برای همین هر کسی هر چی دوست داره میگه، کسی هم نیستش که یا جرئت نمیکنه دستشو بالا کنه و اون پرسش رو مورد نقد قرار بده یا اون سخن رو. به گمان من مردم ایران هوشیارتر از اینها هستن که به این دلایل به اونجا برن. و در فیلم هم کاملا در چهره مردم دیده میشه که انگیزه چیز دیگری است، انگیزه افکار ناسیونالیستی هم نیست، انگیزه حمله به یک گروه خاصی هم نیست، انگیزه این هستش که مردم ایران چیز دیگری میخوان از اونچه که هست و این رو میخوان با روش‌های غیر خشونت‌آمیز به ثمر برسونن. جمهوری اسلامی با بازداشت گروهی از کنشگران در این امر واکنش بسیار تندی نشون داد. از همون ابتدا و با انتشار نخستین فیلم‌های تهیه شده به وسیله موبایل‌ها هم در فضای مجازی، رهبران حکومت و برخی از مراجع تقلید واکنش‌های تندی نشون دادند. چرا این واکنش‌ها در مقابل کوروش بزرگ و مراسم هفته آبان از طرف حکومت سازماندهی و به اجرا در آمده؟ آقای چلمیرانی، فکر میکنید در میانه حرف ها و گفتار و رفتار مردم نکته ای هست که حکومت رو تا به این اندازه میترسونه و وادار به عقب نشینی میکنه؟ ببینید، حکومتی که ما در ایران داریم در این 37 سال یک حکومت عقیدتی است، به این مفهوم که یک عقیده قدرت رو به دست گرفتن و دوست ندارند که عقیده های دیگر در اون سرزمین باشن. برای همین یا باید خودشون رو عوض کنن یا باید ساکت باشن یا همون کشور برن. برای همین ما میبینیم که این همه ایرانی ایران رو ترک کرده در این 37 سال. و زمانی که اینها با این واقعیت برخورد میکنن که گروهی از ایرانی ها که جوری دیگه میاندیشن در یک جای گرد هم میان و کار دیگری میکنن، واکنش حکومت های عقیدتی همیشه تند بوده و هرچی هم که به پایان عمر خودشون نزدیکتر میشن، این واکنش ها تندتر میشه. اما در یک مقطعی هست که دیگه توانایی ایستادگی ندارم. در این مورد ویژه به گمان من سیستم واکنش نادرستی رو نشون داد
به خاطر بقای خودش اگر از اون روز میگذشت اینها رو دستگیر نمیکرد، یا اگر دستگیر کرد فردای اون روز یه هفته بعد آزادشون میکردن، خیلی برای بقای خود سیستم بهتر بود. این کاری که امروز اینها کردند که صدها نفر رو گرفتند و تا اونجایی که من میدونم به شما به 74 تن محکومیت دادن از 1 سال تا 8 سال، که حالا باید دید که در آینده آیا این رو واقعا میخوان اجرا کنن. این به گمان من برای بقای سیستم هیچ مناسب نیست، به خاطر اینکه این خبر در جامعه پخش میشه و مردم ایران از اینها نخواهند گذشت و جای دیگری به گونه دیگری این بیرون خواهد زد. هرچه اینها با خشونت و با بیمهری با شهروندان ایران برخورد کنن، عواقبش برای خودشون بدتر خواهد بود. آقای امیرانی عزیز، به عنوان آخرین سال قبل از اینکه فیلم شما رو ببینیم، همزمان با واکنش هایی که حکومت در داخل ایران نسبت به این ماجرا داشت، ماجرای 7 آبان ملعبه دست هم قرار گرفت برای برخی افراد که به اوباش سیاسی، چماقداران فیسبوکی یا خود رهبرپنداران تلویزیونی مشهور هستند و متاسفانه در جامعه فعالان سیاسی خارج از کشور هم حضور دارند. این افراد هم با ملعبه قرار دادن ماجراهای مربوط به 7 آبان سعی کردند به نفع خودشون کردیت بتراشند یا به اطاله وقت، اطاله کلام یا بیان الفاظ درشت و کوتاه بپردازند. این افراد رو چگونه ببینید؟ آیا فکر میکنید اینها هم بر موجی سوار شدند که خواسته با خواسته مردم متفاوت هست ولی با حضور مردم به راه افتاده؟ به گمان من، ما که چه در درون ایران چه در ایران بیرون ایران فعال هستیم یا به هر صورت کاری انجام میدیم، به گمان من کردیت چیزی رو به خودمون ندیم، بگذاریم مردم خودشون کار خودشون رو انجام بدن و خودشون هم نهایتا رأیشون رو خواهند داد و خواهیم دید که چه چیزی رو برمیگزینن. در پیوند با پرسش شما که از این کردیت ها آدم ها یا گروه ها به خودشون میدن، این هم باز ما در تاریخ ایران و در تاریخ جهان دیدیم، همیشه زمانی که یک جامعه از اون ساختار خودش بیرون میاد و همه چیز به هم میریزه، که تقریبا میشه گفت جامعه ما به اونجا رسیده شوربختانه، هر کسی هر ادعایی میکنه و هر چیزی رو مال خودش میدونه، تا زمانی که دوباره این ناهنجاری به هنجار برسه و یک ساختار درست اجتماعی به وجود بیاد، اون وقت هر کسی که ادعایی میکنه باید بلافاصله با اون قوانین درستی که گذاشته شده، نهادهایی که در جامعه وجود داره، بتونه ثابت کنه که این هست. اما ما امروز در اون شرایط نیستیم، هر کسی خوب هر چیزی میتونه ادعا کنه و بگه. مهم این هست که ما مردم رو، یعنی تک تک شهروندان ایران رو باهوشتر از این حرف ها بدونیم. من باورم به این هستش که شهروندان ایرانی خودشون میدونن که چه چیزی درست هست و چه چیزی درست نیست و قضاوت رو به اونها بسپاریم و مردم ایران این کار خواهند کرد و راه درست رو خودشون خواهند رفت. بی‌نهایت سپاسگزارم. قبل از اینکه به فیلم شما بپردازیم، اگر نکته‌ای درباره فیلم هست که دوست دارید با بینندگان مطرح کنید بفرمایید، در غیر این صورت به اتفاق و با خداحافظی از شما فیلم رو ببینیم. خواهش میکنم. من تنها نکته‌ای که دارم بگم این هستش که این فیلم‌ها برگزیده شده از اون فیلم هایی که میشد پخش کرد از نظر کیفیت فیلم برداری. من امیدوارم که دوستانی که در ایران هستند نمونه های فیلم های دیگه ای که دارن بفرستند برای ما. میتونه موضوعات دیگه ای داشته باشه، برای نمونه کودکان خیابانی یا فساد یا هر چیز دیگه ای، که ما اینها رو، این فیلم ها فقط توی تلفن نباشه که بعد از این مدت پاکش از بین بره، ما اینا رو بتونیم تبدیل به دکومنت کنیم به این شکل و همیشه برای تاریخ ایران، آینده ایران بمونه و آیندگان بدونن که ما چه کشیدیم که ایران آزاد شد. و سپاسگزارم از شما که در این مدت دوست داشتید که با من این همکاری انجام بشه، هرچند که کار کوچکی از من، و بسیار سپاسگزارم که این دکومنت رو پخش میکنید. از اونجا که از دل بر اومده امیدوارم که بعد دل ها هم بشینه.
ممنونم. بهمن چهل امیرانی، انسانشناس و فعال فرهنگی در جامعه ایرانیان سوئد، و امیدوارم که در برنامه‌های دیگر در خدمت شما باشیم. اما این شما و این هم مستندی که آقای چهل امیرانی از 7 آبان 1395 ساخت. اینجا آرامگاه کوروش مشاهده میکنین از بین مردم مشتاقی که تشریف آوردن. این وقت آخر همینجور هوا فوق العاده سرده، امکانات فقط فکر کنم خیلی خوشحالن که این لامپا رو خاموشش نگردن، این چراغا رو این رو خاموش کرده بودن که دیگه هیچی واقعا که بریم اینجا. ای جان بنازم به این جمعیت، بنازم به این جمعیت، هزاران ماشین، هزاران ماشین اینجا پارک کنه. اینجا اینجا اونجا نداره، همین جخ جاده هست که بنده نداره. مردم ایران بیاین، بیاین که دیدنیه. میتونم بگم الان حدودی 50,000 ماشین اومدن به شکلی که تمام مسیر رو دادن 10-20 کیلومتری پاسارگاد راه بسته شده. اصلا تا چش کار میکنه ماشین، مردم، جمعیت، جوانهای خوش تیپ. گزارش فرستادم که بیان، شبی تاریخ سازیه، روز تاریخ سازیه. فردا هر کی نیاره از دستش رفته، واقعا دیدنیه. هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم، روزی نیست تن خسته هم در این خاک ماندگار خواهم کشید. اینجا مزار محیای من است، سرزمین مادری، آرامگاه واپسین. برآمدن خورشید تابان بر فراز ایران زمین را که کوروش بزرگ می باشد، به مردم بزرگ ایران شاد باش عرض می کنم. شاد باشید. منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم
رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من بردهداری را برانداختم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. شهرهای ویران را آباد کردم و مردمان آواره را به خانه‌های خود بازگرداندم. من جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را برای همگان به ارمغان آوردم. دیگه شهر شیرازه. کسایی که میخوا برن پاسارگاد 7 آبان جلوشون رو میگیرن، میگن باید دور بزنید برگردید. هر ماشینی هم که بیاد جلوشو میگیرن، هر ماشین به جز ماشینای باری. در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود، سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور. سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد، پشت بخت و نصر را ساییده و برخاک کرد. ما از اسلاف همان خونی، از آن ریشه ای آزدار نام پاک پاس تا همیشه ای. هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم، روزی نیز تن خسته ام در این خاک ماندگار خواهم کشید. اینجا مزار مهیای من است، سرزمین مادری، آرامگاه واپسین. پس ای امیران آینده، بدانید شهسواران و شهریاران میمیرند، اما شادمانی مردمان هرگز. من برای صلح جهان کوشیدم.
بذار الان صحنه شو خب بذار بیا2016, we are here to praise and remember Cyrus the Great in International Day of Cyrus the Great here in Pasargad, near his tomb. Cyrus the Great, one of the greatest kings of all time, the king that worked a lot for freedom of religions. The king who freed the slaves. The king who spread kindness all over the earth. Cyrus the Great. به یاری یزدان پاک شما باشندگان در این مراسم شما بزرگواران در این مراسم ثابت کردید که احد الناسی
حق چپ نگاه کردن به سرزمین آریای اورایه نداره. عزیزان، بزرگواران، بدونید من و تو و ما مدیون خون سیاوشیم. من و تو و ما مدیون خون بابک و مدیون خون افشین و مازیاری. درود به مهرت. من و تو و ما مدیون خون رستم فرخزاد و جان باختگان در جنگ قادسیه ای. درود عزیزان. بنده به نوع خود دست تک تک شما بزرگ مردان شیر زنان ایرانی آریایی را میبوسم. آقا شیرزاد، فقط ما دفعه اومد. درود بر شرفتان، درود بر غیرتتان، درود بر اصل و نسبتان. بیروز باشید، سربلند باشید. شعاری که داده میشه تکرار کنید: ایرانی جاویدان، کوروش جاویدان. 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 من تو مدیون خون اون شهید دست بسته هستیم که برای دفاع از این سرزمین با دستان بسته در عمق بهمن شیر برای همیشه ابدی شدن. من تو مدیون خون اون عشایری هستیم که سر مرزهای ایران برای سربلندی ایران افتخار داد. درود بر کوروش بزرگ. کوروش جاویدان. کوروش جاویدان. کوروش جاویدان. ایران جاویدان. کوروش جاویدان. ایران جاویدان. کوروش جاویدان. 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 کوروش جاویدان. بزرگواران، خواهش من به عنوان یک برادر کوچک شما اینه که همیشه همه حال، همیشه و همه حال در مقابل ظلم و ستم و زور بایستید، اما با عدالت کوروش. دوستان، برادران، من بختیاریم، بختیاریم و افتخار کنم که پوشم دبیت و چوقا. همه ما ایرانیم، اما نژاد، اما قومیت برای شناخته شدن بهتره. هیچ فخری نمی فروشم. هیچ کس نباید بجز ایرانی آریایی بودن فخر بفروشه. انسانیت سر لوحه همه ماست. انسانیت، وحدت، دوستی، برادری، فقط و فقط. عزیزان، درود. کوروش ابانا، ایران واحد وطننا، وطننا تاج الاوطان فی شرق الاوسط. خیر البلاد والله اقل من ترابه، اقل من ترابه، افضل من كل بلاد العربيه، افضل من كل بلاد الشرق الاوسط. انشاءالله ایران خالدون في تاريخ، ایران جاوید في تاريخ، ایران میمانه کلام فارسی، ایران میمانه. امروز در این جمع کرد سنندج هست، کرد کرمانشاه، عرب آل نصر، عرب آل مظفر، ما آذربایجان از خوی، ما کردیم و صاحبان اصلی ایرانی این بختیاری و کرد سنندجی بلر فارس صدق و امین ها باشد. اگر آذری برای مرزبانی ایران باشد، قشقایی در کنار ما عرب و بختیاری مرزبان جنوب، بلوج مرزبان شرق ایرانه، کرد سنندج قلعبان همیشه بیدار ایران. ایران یک وجب کبیرش کم نخواهد شد گیج. تاجیکستان، هزاره، هرات، ایران، قفقاز به ایران برخواهد گشت. اینو حرف من بدونی، یک روز اینها به ایران برخواهد گشت. نفته یک بر رو به دم یا وطن نا ایران. اونها به کلم ترکی گفتن، ما فقط فدایان ایران
ایران میماند، ایران جاوید است بلا شک. آینده ایران، آینده با درود بر شرفه. به نام خداوند عشق و بهین، به نام خداوند عشق و بهین، به نام شهیدان این سرزمین، به نام شهیدان این سرزمین، به جمشید کوروش بارش قسم، به جمشید کوروش بارش قسم، آیین پاک سیاوش قسم، آیین پاک سیاوش قسم، مسلم و مازیان، به خون ابو مسلم و مازیان، به معراج اردابی اختر وها، به معراج اردابی اختر وها، به لوحی که کوروش بدان خط نگاشت، به لوحی که کوروش بدان خط نگاشت، پرستش خدا را مقدس گماشت، پرستش خدا را مقدس گماشت، به بندار نیک و به گفتار نیک، به بندار نیک و به گفتار نیک، به ایران همین کار خود من است، به ایران همین کار خود من است، گرفته به جان از وجود من، کوروش تو سرداری، کوروش تو سرداری، کوروش تو سرداری، کوروش تو سرداری. 2500 سال پیش یکی از فرزندان این فرزند کوروش هخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ما، متعلق به تاریخ و عالم بشریت است، کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بی‌رحمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد، تصمیم تازه ای را در تاریخ بگشاید. بسیار رهبران و متفکران و نیک‌اندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است. آرزو کنید که با همفکری و همگامی همه نیک‌اندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ برات بخورد و صفحه تازه‌ای گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها، از فقر و جهل و بیماری و گرسنگی، از تبعیدها و از بی‌عدالتی ها نباشد. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند. عزیزم و این واقعا شاید یکی از بهترین هدیه هایی بود که سالهای سالها نداشتم. همین پیامی که امروز همیهنانم به صدای بسیار خودشون مخابره کردن و واقعا از صمیم قلب از همشون سپاسگزارم.
نه رضا رضا بذار We'll be right back.